با درود خدمت شما دوستان گرامی، من محمد امین نعامی هستم، برادر جان‌نثار عاطفه نعامی که مدت 8 روز پیش توسط نیروهای رژیم ربوده میشه و بعد از اذیت و آزارهای بسیار جسدش رو در تراس خانه منزلشون واقع در عظیمیه کرج قرار میدن که هم خواهرم که ساکن تهران بود به دلیل اینکه روزهایی از اون بیخبر بوده پسرش رو به کرج میفرسته که در واقع وضعیت خواهرم رو بررسی بکنه. با توجه به اینکه ایشون به اتفاق نامزادش اونجا زندگی میکرد و نامزادشون هم در ماموریت بوده، ولی خب کارهای حقوق بشری و کارهای اعتراضی و به خصوص بحث زن زندگی آزادی رو مرتب شعار میداده و از توی بالکن خونه، تراس خونه و در تظاهرات حضور فعال داشته. این که بعد میرن و متاسفانه متوجه میشن درب خانه بسته، ولی بوی نامطبوعی در واقع توی محیط اون سالن پیچیده، در رو خوب باز میکنن میرن و میبینن که متاسفانه ایشون در تراس با یک پتویی که روش قرار داده شده بوده پیدا میشه. به همون موقع به پلیس زنگ میزنن، پلیس میاد، فقط افسر مربوطه که افسر با شرفی بوده به خواهرزاده من میگه که این خودکشی نبوده، یعنی اون به اصطلاح مشخصات بالینی که افسران مربوطه با یک نگاه برآورد کرد میکنن این گزارش رو اعلام کرد و بعد به پزشکی قانونی که مراجعه کردن تشخیص مرگ نداده بودن. ولی با توجه به اینکه پیشینه مقتول فعالیت سیاسی بوده و ایشون ناپدید میشه و بعد به این شکل به قتل میرسه و سناریویی که تعریف کرد ایجاد کردن، ما به این نتیجه رسیدیم که این به قتل رسیده، چرا که دستنوشته هاش و کارهای فعالیتی که داشته حکایت از این بوده که حتی یک بار هم ظاهرا بازداشت میشه و با وساطت نامزادش آزاد میشه و با خواهران دیگه ای هم که در اروپا زندگی میکنن در تماس بوده ایشون و بهش میگن که عاطفه مراقب باش، ممکنه مشکل پیدا بکنی. گفته خونه من از دیگران رنگین تر نیست و مرتب در تماس هستم با بچه‌هایی که به تظاهرات خواه میریم.